ادامه میدیم درسمون رو با بخش وکابولر از درس هشتم کتاب کف کرم دو. Le travail est important. کار مهمه. Le bureau اینا اصطلاحاتیه که مثلا برای کار کردن یا اینکه بگید مثلا چقدر کار برای شما مهمه میتونید ازشون استفاده کنید. مثلا در کار کردن چیا مهمه؟ دفتر کاریتون مهمه؟ این حقوقتون مهمه، همکاراتون مهمن. خب آدم دوست نداره جای کار کنه که مثلا همکاراش خوب نباشن یا محیط کاریش خوب نباشه. در نتیجه نوشته le travail est important. کار مهمه. Le bureau دفتر کاری. La boîte تو مکالمات عامیانه خودمونی به یه شرکت کاری، یه شرکت رو بوات هم بهش گفته میشه. اینجا فکر نکنید بوات به معنی جعبه است. بوات همون بیورو هستش. بیورو یا لبوات. لکریر شغل. شغل. کریر میشه شغل. لسکسه موفقیت. لکولگ همکاران. لانترپریز کارخانه یا شرکت. Les supérieurs, مدیران یا کسانی که از شما بالاتر هستند، مرتبه کاریشون بالاتر هستش. Le salaire, حقوق. Le pouvoir, قدرت. La compétition, رقابت. Le reste aussi, میگه le travail est important, le reste aussi. کار مهمه، بقیهش هم همینطور. مثلا چیه دیگه بقیهش چیه؟ L'amitié, دوستی. La famille, خانواده. Les spectacles, نمایش ها. La musique, موسیقی. La nature, طبیعت. L'amour, عشق. Le voyage, مسافرت ها, سفرها. La lecture, lecture میشه وقتی که یه چیزی رو میخونید. حالا میخواد که کتاب ها باشه یا مجله ها باشه، بیشتر حالت کتاب خوندنه. Le sport ورزش. Le fête جشن ها. Numéro 1. À deux, choisissez une personne que tout le groupe connaît. دو نفره شخصی رو، یک نفری که همه گروه میشناسن رو انتخاب کنید. Faites la liste des choses qui sont importantes pour elle. یه لیست درباره چیزهایی که برای او مهم هست رو بنویسید. برای چی نوشته پور ال؟ برای چی ال مؤنث گذاشته اینجا؟ برای اینکه لا پرسن، پرسن بهش مؤنثه. حالا چه اون شخص بخواد مرد باشه، زن باشه، دختر باشه، پسر باشه، هر چی که باشه، لا پرسن هستش، همیشه مؤنث هستش. پس وقتی که میگه که Faites la liste des choses qui sont importantes pour elle. برمیگرده elle به la personne. حالا شما میخواین نمیدونم مثلا از تو گروهتون یه آقای یه پسر رو انتخاب کنید، باز la personne مؤنث هستش. Vous n'êtes pas du tout vous n'êtes pas du même avis que votre voisin sur l'importance du travail dans la vie. شما با نظر همسایتون یا بغل دستیتون، خب اگر که تو کلاس نشستید votre voisin میشه بغل دستیتون، شخصی که بغل دست شما نشسته. اما اگر که توی ساختمون هستید voisin میشه همسایه. خب vous n'êtes pas du même avis. avis میشه نظر، هم نظر بغل دستی یا همسایتون در مورد اینکه کار چقدر کار در زندگی مهمه، اهمیت کار در زندگی موافق نیستید. با بغل دستیتون در مورد اهمیت کار در زندگی موافق نیستید. À deux, faites une liste d'arguments contraires, puis jouez la liste. دو نفره یه لیست درباره استدلال های متضاد بنویسید و صحنه رو بازی کنید. این از این قسمت. Des expressions pour dire qu'on n'est pas d'accord.
Est-ce laïque para yenke begit moi fernistid in ha hastan? Je ne sais pas, nemidunam. Tu penses vraiment que to voir un fake me konike? Je veux bien, mais. Doustaram yo delam mihod, badam nemiod, je veux bien, badam nemiod, amma. Si tu veux, mais, agar ke mihoy, amma. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Man aslan boto mo'afer nistam. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Yani rost nist, doros nist. Ya durure. Sûrement pas. Aslan na. Yani aslan be hich vach. Sûrement pas, miche be hich vach. Tu exagères, miche dige shurasho daravardi. Be farsi. خب پس مثلا وقتی که میخواین بگید که با کسی موافق نیستید ولی نمیخواین طرف رو زیاد ناراحت بکنید مثلا میگید فکر نمیکنی که مثلا این دوتا رنگ به هم دیگه نمیاد حالا اون نظرشو میده دیگه میگه چرا من فکر کنم میاد و شما میگید که حالا اگر که میخوای si tu veux mais je pense que celui-là est mieux خب مثلا فکر کنم این یکی بهتره مثلا میگید tu penses vraiment que cette robe te va bien آیا واقعا فکر میکنه که این پیرهن بهت میاد oui je pense qu'elle me va bien آره فکر کنم که بهم میاد si tu veux یا si tu le penses mais je pense que celui-là t'ira mieux ولی فکر کنم که این یکی بهت بهتر بیاد اینا هم که اصطلاحاتیه که باید حفظ کنید باش جمله بسازید میتونید جملاتون رو برای من هم بفرستید هر موقع که این ویدئو رو میبینید من براتون تحصیلشون میکنم بریم بخش گرامر رو با هم دیگه خوندیم من تمریناتش رو با هاتون حل کردم بریم بخش اکسپرسیون بوات اوتی اکسپرسیون تو این آدو گفتم به بیشتر روی نوشتاری شما و نامنگاری شما کار میکنه در نتیجه شما باید که وقتی که آدو رو میخونید نامنگاری نوشتنتون خیلی خوب بشه کوریه ده لکتر J'ai lu avec intérêt votre enquête sur le travail Vous écrivez que beaucoup de gens souhaitent travailler moins mais qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de manquer d'argent. Je pense qu'ils se trompent. Premièrement, on ne dit pas assez que travailler beaucoup coûte cher. Quand on a plus de temps, on va au marché, on fait la cuisine et on ne s'arrête plus régulièrement au restaurant du coin, à la sortie du travail vers 21h. Et puis, on apprend à bricoler. Si je n'avais pas changé de vie, je n'aurais jamais fait autant de choses tout seul. Deuxièmement, il faut se demander quels sont nos vrais besoins. Il ne s'agit pas d'arrêter de consommer, mais de dépenser mieux. Nous achetons trop de choses inutiles. Changer n'est pas facile. Quand on a appris depuis l'école que le travail est le centre de notre vie. Mais c'est possible et surtout c'est très agréable. C'est très agréable. J'ai lu avec intérêt votre enquête sur le travail. Avec intérêt, yani bo aloreyo bo tavajjo. Yani توجه خاصی کردم یا با علاقه این گزارش رو خوندم انکت میشه گزارش یا تحقیق من با علاقه تحقیقتون رو درباره کار خوندم vous écrivez que beaucoup de gens souhaitent travailler moins شما نوشتید که خیلی از آدم ها آرزوی آرزوی کمتر کار کردن رو دارن mais qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de manquer d'argent اما این کار رو نمی کنن برای اینکه اونها میترسن پول کم بیارن manquer
manquer d'argent, mais qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont peur de manquer d'argent. Manquer d'argent, میشه پول کم آوردن. Ils ont peur, اونها میترسند. اما این کار را نمی کنند برای اینکه اونها میترسند پول کم بیارن. Je pense qu'ils se trompent. فکر میکنم که اشتباه میکنند. Premièrement, اولا on dit pas assez que travailler beaucoup coûte cher. به اندازه کافی گفته نمیشه، نمیگن، گفته نمیشه که کار کردن زیادی گرونه یا گرون تمام میشه. Quand on a plus de temps, وقتی که وقت بیشتری داریم، on va au marché. مارشه همون بازار خریده، مثلا بازار تره بار. یه جایی که مثلا مارکت نیست. میریم بازار تره بار که آدم میره حتما همه چی رو ارزون تر میخره تا توی مغازه های بزرگ دیگه. میگه وقتی که وقت بیشتری داریم میریم بازار. On fait la cuisine, آشپزی میکنیم. Et on ne s'arrête pas régulièrement au restaurant du coin à la sortie du travail vers 21h. و دائم در رستوران همین بغلی یا کوان میشه نبش، رستوران نبش یا همین رستوران بغلی دائم نمیریم اونجا. هر دفعه که از سر کار ساعت 9 شب در میایم بیرون. Et puis on apprend à bricoler. Bricoler یعنی مثلا تو خونه خودتون تعمیرات مختلف رو انجام بدید. حالا با چوب مثلا یه مبل میسازید یا یه صندلی میسازید، یه نردبون خودتون میسازید یا دکوراسیون تو حمام و اینا رو خودتون انجام میدید. بریکوله کارهای دستی کوچیک رو خودتون انجام بدید. مثلا نمیدونم توالت رو درست کنید، زیر ظرفشویی رو خودتون درست کنید، باد شوفاژ رو بگیرید، اینا میشه بریکوله. کاری که خودتون میتونید بدون اینکه به شخص متخصصی زنگ بزنید انجام بدید، به این میگن بریکوله. میگه و بعدش on apprend à bricoler. یاد میگیریم که این کارهای کوچیک رو خودمون انجام بدیم. Si je n'avais pas changé de vie, اگر که زندگیم رو تغییر نداده بودم، je n'aurais jamais fait autant de choses tout seul. هرگز، jamais میشه هرگز، هرگز این همه کار، autant de choses، این همه کار به تنهایی tout seul انجام نمیدادم. این چه کندیسیونه. دوماً il faut se demander quels sont nos vrais besoins. باید از خودمون بپرسیم که نیازهای واقعیمون چیه. Il ne s'agit pas d'arrêter de consommer. مربوط به توقف در مصرف نیست، mais de dépenser mieux. اما درست مصرف کردنه، درست خرج کردنه. Nous achetons trop de choses inutiles. ما خیلی چیزهای بیهوده میخریم. بیهوده میشه inutile. چیزها شوز. Inutile میشه بیهوده. ما خیلی trop. خیلی چیزهای بیهوده میخریم. Changer n'est pas facile. تغییرات یا تغییر کردن آسون نیست. Quand on a appris depuis l'école que le travail est le centre de notre vie. وقتی که از دوران مدرسه یاد گرفتیم، on a appris که کار کردن مرکز زندگیمونه. Mais c'est possible et surtout, اما امکانش هست و بخصوص، surtout میشه بخصوص، c'est très agréable. خیلی دلپذیره. Pour vous aider à écrire, برای اینکه بهتون کمک بشه در نوشتن، le développement de votre texte doit être organisé. پیشرفت متنتون باید که پیشرفت یا توسعه متنتون باید ساماندهی بشه. مثلا premièrement, deuxièmement, اولا، دوما، از طرفی دیگه،
d'un côté, de l'autre, d'une part, d'autre part. اینا دو تا شکلی از طرفی از طرف دیگه از نظری از نظر دیگه دبار اولا یا اول ensuite سپس dans un premier temps در مرحله اول dans un deuxième temps در مرحله دوم. خب پس وقتی که میخواین متن رو بنویسید تقسیم بندیش بکنید. همیشه یادتون باشه که متنتون رو که میخواین بنویسید مقدمه و همه اینا رو چندین بار توی همه ویدیوها گفتم مقدمتون رو بذارید، بعد توی پاراگراف دوم سوم متنتون رو بیشتر باز میکنید و در نهایت هم که کنکلوزیون دارید. پس یه انتخدکسیون دارید، بعد یه دیولوپما دارید، بعد دوباره یه دیولوپما، دوباره تو پاراگراف سوم یه دیولوپما بیشتری دارید اگر که قراره که نظریات بیشتر بدید یا تقسیم بندی کردید متنتون رو به اولا دوما سوما، اینا رو بذارید تو پاراگراف های جداگونه و در نهایت کنکلوزیون رو بذارید. دوباره تو تمرین شماره یکتون دوباره همینی که الان گفتم رو گفته، نوشته لزل ماسی دوسو انتخدویز لپختی امپورتانت دو تکست رپرله، میگه اینا مکانهای این جملات مکانهای مهم در متن رو نشون میدن، اونها رو در متن پیدا کنید و بنویسید. مثلا j'ai lu je pense que premièrement، ببینید اینجا آمده تقسیم بندی کرده براتون، تو خود متن نوشته اولا، اول وقتی که اینطوری میشه و سپس، خب دوما باید که یا ما باید این کارو بکنیم و در نهایت یه چیز یه کنکلوزیون داره، یه نتیجه گیری در نهایت داره. نمره دو، les éléments ci-dessous décrivent les parties du texte. Faites les correspondre au plan ci-dessus. میگه اینا که اون بالا دیدی این پایین هست، اینجا برای شما آورده ABC. خب میگه که این متن‌های این زیر مربوط میشه به جاهای مختلف متن، یعنی این ABCD مربوط میشه به جاهای مختلف متن با پلان این بالا، اینایی که این بالا توی تمرین یک نوشته شده بود تطبیق بدید. خب نمره آ، le deuxième argument est son illustration، استدلال دوم و تصویر آن. Une affirmation et une opposition. Il y a tasir va y mokhalafat. Le rappel du sujet est l'opinion du lecteur. Yadavari mozu va nazare khananda. Le premier argument est son illustration. Estadla laval va tasir man. Pas va din artu mat peyda konid va va inja tatbiq bedid o benemsi. Dans une revue française, dans une revue française, vous avez lu une enquête qui explique que plus on a de diplômes, plus on a de chances de trouver du travail. Vous écrivez à la revue pour exprimer votre opinion. Suivez le plan de la lettre que vous venez de lire. Dans le majalé Faransavi, vous avez lu une enquête qui explique que توضیح میده که plus on a de diplômes، هر چقدر دیپلم بیشتری داشته باشیم، plus on a de chances de trouver du travail، بیشتر شانس بیشتری برای کار پیدا کردن داریم. vous écrivez à la revue، شما برای اون مجله می نویسید، pour exprimer votre opinion، برای ابراز نظرتون. Suivez le plan de la lettre que vous venez de lire. نمونه نامه‌ای که همین الان خوندید رو
چیز کنید دیگه دنبال کنید. بخش اورال شفایی دوز امی ربکا و فابین دیسکوت جوه لسن دو تا دوست ربکا و فابین دوتاشون اسم دختره صحبت میکنن صحنه رو بازی کنید نمره 1 ربکا انونس ا فابین qu'elle veut refuser un poste très bien payé. Rebecca, توزی اعلام میکنه یا آره دیگه اعلام میکنه به فابین که میخواد یه شغلی که خوب درآمد خوبی داره رو رد کنه. فابین qui rêve de faire carrière cette année. فابین که دنبال یک شغل خوبه رویای یه شغل خوب رو داره تعجب میکنه. Rebecca, qui a réfléchi avant de prendre sa décision, expose alors ses arguments. Rebecca, که فکر کرده. فکراشو در واقع فکراشو قبل از این که تصمیمش رو بگیره رو کرده. فکراشو قبل از این که تصمیمش رو بگیره رو کرده. توضیح میده استدلالهاشو. دلایلش رو توضیح میده. Mais Fabienne qui vient de finir ses études et commence à travailler n'est pas d'accord. اما Fabienne که تازه تحصیلاتش رو تمام کرده و شروع به کار کرده موافق نیست. Rebecca expose d'autres arguments et Fabienne comprend enfin que la position de Rebecca peut-être intéressante. Rebecca دلایل دیگه‌ای میاره و فابین بالاخره جایگاه یا پوزیشن ربکا رو متوجه میشه و شاید Et Fabien comprend enfin que la position de Rebecca peut être intéressante. Fabien, بالاخره متوجه میشه که موقعیت ربکا میتونه جالب باشه. اینم ترجمه اینه. پس اینم کار شفاییتونه. بریم ویدیو بعدی و این دوتا متن آخر این درس.